برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای سید جمال الدین بدر آگاه سیاسی در بحث با من است. سلام آقای بدر، ممنون از حضورتان به برنامه. بیاین در رابطه با گفتگوهای صلح افغانستان صحبت کنیم، در رابطه با تلاش‌های آمریکا برای نتیجه بخش ساختن این گفتگوها و همچنان حکومت افغانستان که قرار است با این که در نشست ابوظبی هیئت حکومت افغانستان را طالبان نپذیرفتند با اونا دیدار نداشتند، ولی در ماه آینده نشست که در جدی عربستان سعودی قرار است برگزار شود، بازم حکومت نمایندهای خود را میفرسته برای دیدار با طالبان. آیا فکر میکنید که واقعا این بار دیدار صورت خواهد گرفت و یک قدم به پیش برای گفتگوهای صلح ما خواهیم داشت؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به بینندگان عزیز. شاید مجلس ابوظبی مجلس اول نباشه، چندین مجالس قبل از این هم صورت گرفته بود. در اوجا نمایندگان حکومت افغانستان با طالبان رو در رو مذاکرات کردن، این از آن جمله مسکو را ما شما دیدیم که رسانه‌ای شد صحبتشان هم. کی برنده بود، کی بازنده بود، مقدمه افغانستان چقدر پیش رفت و چقدر نمایندگی خوب شد، او بحث جداگانه است. ولی که طالبان شهر نپذیرفتن شاید مشکل تکنیکی باشه، امکان داره که اسکیجول قبلی شاید بوده نباشه، کسایی که وسید بودن در میان بودن و درست شاید مسئله به طرف افهام تفهیم نکرده باشن. اما اینکه طالبان نمیپذیره که با حکومت افغانستان بشینه، ما را کلی رد میکنیم به این خاطر که چند روز پیش در مسکو شستن دیدار داشتن و خواسته های خودم داشتن و مطرح کردن و نمایندگان شورای عالی صلح خواسته دولت افغانستان و مردم افغانستان مطرح کردن. ولی یک هیئت میره و اونا با اونا نمیشین، این نپذیرفتن طالبان نیست؟ این بار نپذیرفتن، من گفتم شاید کدام مسائل تکنیکی باشد، دسکیجول اول نباشن، بعض مسائل آمده باشه، یکی کلن طالبان رد نکردن، چون چند روز پیش شیسته بودن، ما شما دیدیم این در رسانه ها پخش شده چیزا و در مجالس بعدی هم خواهد شدن. ببینین تا وقتی که ما شما قضیه را از اون درک نکنیم مشکل است که به حل برسیم. ما چی طالب باشه چی دولت افغانستان باشه، این ادعای خیلی به نظر من بیجا خواهد بود که مثلا ما با آمریکا میشینیم با دولت افغانستان نمیشینیم. ما اگر دولت بگه که ما با پاکستان میشینیم، چند سال پیش تو میگفتن خود طالبان واضح و آشکار میگن که ما گفتگو با حکومت افغانستان نمیکنیم، تکمیل میکنیم. اگر دولت افغانستان بگه که ما با پاکستان میشینیم، با ایران میشینیم، با طالبان نمیشینیم، ما هم گپی درست نیست، چون که جانب حقوقی قضیه یا طالبان هستن یا افغانستان هستن، دو جانب هستن. اگر آمریکا هم در کنار دولت افغانستان است، مینیس یک کمکگر است. اگر پاکستان و ایران و سایر دولت هایی که با طالبان کمک میکنن و هم باشن و مدعی اصلی قضیه نیستن و با هم کاری میکنن، چطور دو همکار بشینن دو مدعی مدعی نشینن؟ خب در هیچ جای دنیا ما شما اگر همچو قضیه را تلاش کنیم موفق نخواهیم شد. ما شما که قضیه را پیدا کنیم که مدعی مدعی نشینن، دو طرف کسایی که با وا معاونت میکنن وا بشینن، این جای نمیرسه. این چیزی اصل به نظر من برف حال آشو در آیست زوب میشه، به این خاطر که مثلا طالبا اول با هیچ کس نمیشتن قبل از اینکه مثلا حقوق قوای آمریکایی تحقق پیدا بکنن. ولی ما دیدیم شستن وا پیشتر گفتم که مثلا در مذاکرات مسکو با نمایندگان شورای عالی صلح که در حقیقت از حکومت نمایندگی میکنن با وام شستن و اینکه این بار نشستنی به این معنی نیست تا آخر نشینن. نشست ها آغاز شده، مذاکرات آغاز شده، اصل مطالب و اصل محتواهای قضیه را اینا روی میز آوردن، سرش بحث شده رئیس عالی. چی این بار چی بار بعدی بشنن به نظر من آغاز خیلی خوبی است. فکر میکنید که با حکومت با چی برنامه کلانتر و وسیع‌تر این بار در نشست جده باید حضور پیدا کنه مقابل طالبان؟ خب حکومت پارسال در نشست کابل که پکیج اعلان کرد خیلی مثبت بود. در 15 سال 16 سال اولین بار بود که دولت افغانستان واقع بینانه صحبت کرد روی صلح. حالا هم ممکن نیست که ما بگیم که طالبان را بیان شما تسلیم شوین، هر چی ما میگیم هم کلی گپای ما را حرفای ما را شما قبول کنین. پس سوال من اینه که طالبان خب چرا جنگ کردن چند سال؟ بعدم درک کنه که حق هستن نه حق هستن، شما قبول دارین ندارین، او شما را قبول داره نداره. ولی بالاخره مینیس یک واحد قومی در افغانستان وجود دارن و اما چون ادعای شده علاقه سوی حکومت افغانستان بلی؟ که ما بدون کدام پیش شرط با شما مذاکره میکنیم و یا شما بیان این حکومت رو بپذیرین، ادعا شده سوی حکومت این مراحل بعدی است میه، این نیست که ما شما در مرحله اول و تحت مداخله قرار بدیم، ما شما محک بکنیم وقت است چی شوه. این در دنیا در هر جایی که شما سری بزنین، در هر جایی که نزاعی بوده بالاخره حل شده باشه، در مجلس اولی و بعدی حل نشده. حتی مسائل مسلمان تمیز مثلا مسئله کشمیر سر جنگ نشده ولی نزاع است. چند تا مسائل ما شما دیگه داریم، ما نشست های متعدد میشن بالاخره حل میشه اینا. ولی افغانستان ما گفتیم که نشست کابل کی بود یا کنفرانس کابل کی بود و بعد از او یک پکیج از طرف دولت ایران شد، خیلی تنازلات نظر به گذشته صورت گرفت از طرف دولت. بینیس یک قوای سیاسی واره ما خواهیم پذیرفت، از لیست سیاه خواهیم کشید واره، بدون خیر شرط ما میشینیم. سابق دولت هم میگفت که تا وقتی قانون نپذیرن ما نمیشینیم. ما دولت هم تنازل کرد، به نظر من تنازل خیلی خوب بودی.
اگر شما اراده گفتگو داشته باشین مجبور هستین تنازل باید بکنین. این ممکن نیست که گپ شما را تا آخر بقبلانین. اگر وا عین اداره داشته باشین باز چطور میشه؟ ما شما یک چیز درک میکنیم، لمس میکنیم با گوشت و پوست. دیر دو روز پیشتر ما شما شاهد یک قضیه خیلی خونین در کابل بودیم. ما شما وقتی که جنگ است، جنگ با جنگ خلاص نمیشه. خب اگر قوی جامد نتوانستیم آخر چی میکنیم ما شما؟ صلح میکنیم؟ اگر نرمی را اختیار کرد در قسمت گفتگو با طالبان، از سوی طالبان هم چنین موضوع دیده میشه به نگاه شما؟ نمی طالبان سابق با هیچ کس نمیشتن، چی داخلی چی خارجی، چی پیش شرطا داشتن. مثلا گفتن ما با امریکا وقتی میشینیم که دولت امریکا اعلان میکنه که قوای خود از افغانستان خارج میکنیم، ولی حالا ما شما دیدیم که بدون از اینکه قوای امریکایی از جا خارج شدن و واشیشتن و یک قسم مرونت نیست، نرمی نیستی، تمایل به صلح نیستی، ما را به فال نیک میگیری میره و نمیگیم که گام آخری شاید نهایی باشه. گام هایی است که تقریبا طالبا هم طرف تنازل رفتن. ما گفتیم پارسال دکتر سبشیر افغانی که کدام پکیجی که راجع به صلح اعلان کرد او آغاز بود، ولی این بار که ما شما ببینیم طالبا هم تقریبا او را گرفتن و این بالاخره منتج به یک نتیجه میشه که صلح کنن. و نکته جالبی جاست، دونرای خیلی قوی دولت افغانستان که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی هستند، در کل مجامع محافل جهانی اینا یک قسم مشروعیت بخشیدن به دولت افغانستان، پشتوانه نظامی سیاسی در کل عرصه‌ها میکنن. جانب مقابل پاکستان ایران، ایران خوشا در این کنفرانس نظر به مشکلی که با آمریکا دارن حضور نداشت، ولی پاکستان یک کمکگر اصلی طالبان پنداشته میشود، او هم در اینجا حضور داشتن. عربستان و سعودی امارات هم این حیث کشورهای خیلی پرتاثیر منطقه او هم حضور داشتن. سوال هم کسی که مومویل جنگ هستن، از دو طرف جنگ تمویل میشه، یک سرپرستی فکری میشه، وقتی او با صلح آمده باشن باز لا محاله صلح در افغانستان میاد. من به این حساب یعنی فکر میکنم که حداقل به سطح منطقه ای و در میان کشورهایی که شما از نام گرفتین مثل ایران، پاکستان، روسیه و به سطح جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا، این یک نوع دیدگاه واحد بر آمدن صلح در افغانستان به میان آمده، درست؟ طبیعی. ببینید دولت آمریکا با افغانستان حال در این حالت ما شما نمیتونیم تفکیک بکنیم. در کل جبهات یا قوای هوایی یا تجهیزات نظامی با نیروهای ما همکار هستن و بوده باش طالبات در پاکستان ثابت میکنه که وام به شکل از اشکال از او الهام میگیرن. یعنی که واقعیت است بله. وقتی که پاکستان امریکا خواسته باشه صلح بکنن، یک گام مثبت نیستی ای که مثلا دولت افغانستان و باز یا جنبش طالبا اینا سری بعضی مسائل سلیقوی یا بعض سر نکات بحث اینا اگر زیاد اینا غور فکر میکنن، به نظر من شاید زیاد زمانگیر نخواهد بودی. بالاخره کسایی که با یا هستن و گفتن که ما صلح میکنیم، اینا هم صلح خواست کردن، از این خاک هستن، از این مردم هستن و این کشتار بالاخره اینا را جای نمیرسونه. اگر حد اقل از یک طرف هم اگر دست بکشن به کمک، امکان داره که به نفع دیگه تمام میشه. بله ممنون آقای سید جمال الدین بدر، آگاه سیاسی، سپاسگزار حضورتان به برنامه.